و در این دور مبارک حضرت بهاءالله به خاطر فضلی که شامل حال بندگان شده اونها رو از میان برداشتن. خب که میتونه هم فردی باشه و هم جنبه عمومی داشته باشه. بله خب. علاوه بر این دسته یک سری دیگه از تعالیم رو که حضرت بهاءالله اشاره میکنن مربوط هست به طرح مدنیت جهانی و گروه دیگر اشاره است به بعضی از احکام جدید که به طور کلی دیانت بهائی رو متمایز میکنه از ادیانی که از ادیان قبل. درست. پس شاید این احکامی رو که شما میفرمایید که قبل بوده و الان احکام تازه‌ای رو از بهائی‌ها آوردند شاید در همون مجموعه اولتون هم قرار بگیره. بله، به نحوی در همون گروه اول هم میشه اونها رو قرار داد. ممکنه لطف بفرمایید و نمونه هایی از این بشارات رو با بینندگان عزیزمون در میون بگذارید؟ خواهش می‌کنم. یکی از در واقع میتونیم بگیم اولین بشارتی رو که حضرت بهاءالله مطرح میکنن حکم محو حکم جهاد هست که همطور که میدونین در بعضی از ادیان این حکم وجود داشته. پس حضرت بهاءالله حتی دفاع یعنی جهاد دفاعی رو هم من فرمودن در این بله. من اجازه میخوام یه مطلبی رو همینجا اضافه بکنم. خواهش میکنم. حتی جدل با مثلا جدل لفظی هم پسندیده نیست در دیانت بهائی، چرا که میفرمایند آنچه را در همین لوح بشارات میفرمایند آنچه را دارایید بنمایید، اگر مقبول افتاد مقصود حاصل و الا تعرض باطل. جناب دکتر اگر برگردیم به همون گروه بندی که خانم رضوانی فرمودند ده. یعنی اینکه حضرت بهاءالله در بسیاری از این بشارات ما را از قیود گذشته آزاد ده. کردن، میتونید برای ما نمونه دیگری رو بفرمایید؟ به روی چشم. خواهش میکنم. یکی از احکام و قوانینی که در گذشته بود و گویا بسیاری از افراد اشتباه متوجه شده بودند این بود که خودشون رو از جامعه جدا می‌کردند، به انزوا می‌رفتند، در جای در کوهی وارد می‌شدند، در غاری می‌نشستند و به عبادت می‌پرداختند و فکر می‌کردند با انزوای جدایی خودشون از بشریت به خدا نزدیک خواهند شد. از بهاءالله می‌فرمایند در این امر به حکم هست بر تمام اهل عالم که شغلی داشته باشند و به خدمت مردم بپردازند و میفرمایند در این آیین و در این زمان کاری که به نیت خدمت بشریت انجام شده باشه مساوی با عبادت. پس در حقیقت کار عبادت محسوب میشه در دین حضرت بهاءالله. خب خیلی هم خوب. حالا بپردازیم به اون بخشی که شما فرمودید بشاراتی هست برای تمدن نوین و چون که ما برنامه‌مون برنامه‌ای هست برای فردای بهتر، آیا ممکنه یکی دو نمونه از این بشارات رو بفرمایید؟ خواهش می‌کنم. یکی از اصولی که حضرت بهاءالله در این خصوص به اون اشاره می‌فرمایند اصل تعلیم لسان و خط واحد هست که از این طریق در واقع افراد بشری میتونن به راحتی با هم ارتباط برقرار بکنند. پس بنابراین یک زبان و یه لسانی که عمومی باشه، همه مردم دنیا بتونن با اون زبان در ارتباط باشن. بله. و همطور خط. بله. البته فرمودن که این لسان رو میشه یا این خط رو میشه از بین السنه موجوده و یا خطوط به اصطلاح موجوده انتخاب کرد و یا یک لسان و یا خط جدیدی اختراع بشه که همه اهل عالم به اون آموزش ببینن و بتونن به راحتی با هم ارتباط برقرار بکنن و تبادل افکار بکنن. خب ما امروزه شاهد این هستیم که چقدر این زبان مسئله مهمی هست و سوء تفاهمات به خاطر ندونستن زبان همدیگه پیش میاد. ولی آقای دکتر، پس بنابراین این زبانهایی که ما باهاش صحبت میکنیم در آینده چی میشه؟ میفهمم در مرحله اول زبانی انتخاب بشه که در تمام دنیا به عنوان زبان دوم افراد تدریس بشه. بله. برای من شما در مرحله اول تمام اهل عالم زبانهای خودشون رو دارن. درست. و این زبان زبانی خواهد بود که شما در هر کشوری خواهید بود میتونید با مردم اون کشور صحبت کنید و این تولید برادری خواهد کرد، تولید اتحاد خواهد کرد، چون به قول شما زبان همه که آدم بفهمه خیلی راحت تر میشه احساسات قلبی شایدن بیان کنه به دیگران. ما امروزه نمونه هایی رو میبینیم که بشریت چه مطلع باشه از تعالیم از بهاءالله یا نباشه میبینه که در اون مسیر داره حرکت میکنه. بله، بسیاری از این تعالیم از بهاءالله تعالیمی هستن که میفرمان انجام خواهد شد،
چه به خواست بشر باشه یا نباشه، زمانش که خواهد رسید انجام خواهد شد. شما در نظر بگیرید به خاطر نزدیک شدن مردم کره زمین به هم دیگه، به خاطر اینکه وسایل نقلیه خیلی سریع‌تر هست، مردم الان کوچ میکنن از یک کشور به کشور دیگه زندگی میکنن، یا از طریق اینترنت در یک ور دنیا نشستن میتونن با اون ور دنیا صحبت کنن و همدیگر رو ببینن. از لحاظ جسمانی هم بشر به هم نزدیک شده و به مرور زمان زبانهایی که ما با هم صحبت میکنیم به هم نزدیکتر شده و در بسیاری از کشورهای دنیا الان شما با زبان انگلیسی میتونید با مردم به راحتی سخن بگید و بفهمید. درسته. خب جناب دکتر، با یکی دیگه از این بشارات ما رو آشنا کنید. روی چشم. بشارات دیگه که از بحال بند میفرمان و طریقی که بهش میشه رسید و میفرمان صلح عمومی، صلح اکبره. این احکامی در این لوح بیان شده که به تک تک فرد اعضای عالم هست و میفهمن که به امانت، به صدق، به محبت به یکدیگر رفتار کنید و بنیانگذار صلح همین احکام هست. شما اگه تجربه کنید از لحاظ سیاسی، شما هر چقدر یک صلحی بین مردم دنیا تولید کنید تا عشق و محبت نباشه که اتحاد تولید بکنه، این صلح موقتی خواهد بود و به زودی از بین خواهد رفت. در این بیان از بالا میفرمان که چطوری شما میتونید به اون صلحی برسید که موقتی نیست، دائمی است. میفرمان صبحیه که به دنبال شب نخواهد آمد و چیزی که ما همیشه منتظر این روز بودیم. میفرمان احزاب عالم، یعنی گروه های دینی مختلف، به روح و ریحان، یعنی به صمیم قلب با هم رفتار کنید. همه از یک خداوند آمدن این ادیان. میفرمان که چرا باید این پیروان این ادیان با هم مجادله کنن، با هم به خشونت رفتار کنن، یا حتی بعضیا رو خب نجس میدونن. بله. پس بنابراین اون حکم نجاست هم همچنان برداشته شد در دیانت کاملا خواهی. یکی از تعالیمی که خیلی روش تاکید میکنن از بهاءالله این وقار و حس شخصیت افراده که میفرمان خداوند دوست نداره بندگانش رو ذلیل ببینه. اتفاقا در همین لوح میفرمان که اگر خطایی از شخصی سر زد، احتیاج نیست که نزد یک روحانی یا نزد دیگری بره و طلب مغفرت کنه یا طلب بخشش کنه. میفرمان این طلب هیچ وقت باعث نمیشه که خداوند این فرد رو ببخشه. اگر هر فرد گناهی ازش سر زد، از خداوند پوزش بخواد، به خدمت مردمش بپردازه. پس بنابراین حالا یا در این لوح به خصوص در ارتباط با این بشارتی که شما توضیح دادید و کلن در آثار حضرت بهاءالله، حضرت بهاءالله بیشتر ما انسانها را به اون راه میکشونند یا توصیه میکنند که اون رابطه مستقیم رو با خدای خودمون داشته باشیم.